بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بهترین نعمتی که خدای سبحان به بنی اسرائیل اعطا کرد همون مسئله انبیا و مرسلین است که از بین اینها برخواست تا اینها را هدایت کند. اما خدای سبحان در بین شمارش سایر نعم می‌فرماید به اینکه شما عجل را به عنوان معبود اتخاذ کردید ما از شما عفو کردید. بعد فرمود به اینکه در اتخاذ عجل به خود ستم کردید و باید توبه می کردید و توبه شما این است که یک دیگر را بکشید. بحث در این بود که واقعا این حکم منجزن صادر شده است به امتثال شد یا اینکه این فتوبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم یعنی اون خوی سرکشی و هوسرانی را بکشید یا نه حکم انشاء شد ولی در هنگام امتثال بدا شد نظیر ذبح اسماعیل سلام الله علیه یا واقعا امتثال شد منتها در مرحله بقا و وسیله دعای موسی کریم سلام الله علیه ادامه پیدا نکرد بعد از اینکه عده زیادی کشتار کردند و کشته شدند خدای سبحان از کشتن بقیه عفو کرد. روایاتی که در مسئله باشد و موضوع را یک طرف کند ملاحظه فرمودید نیست. یکی دو تا روایت مرسله است که در تفسیر نور الثقلین است به عنوان روی یکی از مجمع نقل می کند. اون هم محتوای این 70,000 نفر است که 70,000 نفر کشته شده و این با عقل سازگار دید. اگر روایت معتبر بود زمینه ظهور را فراهم می کرد. اما یک روایتی است مرسله محتوای او هم 70,000 نفر است. این می تواند با ثم عفونا عنکم معارضه کند و بگوید عفو در مرحله بقا است نه در اصل انتصاب. اون هم بنی اسرائیلی که به صرف دستور کشتار عمومی شروع به کشتار بکنن یه همچه بنی اسرائیل قرآن معرفی نمی کنن. ملازم فرمایید بنی اسرائیلی که خدای سبحان در قرآن معرفی می کنن می گوید هم از ذر بینش فکری سفیه هم هم از ذر عمل فاسق هم. اینا یه انسان های متعهد متدین آگاه باشن که فوراً به دستور موسی کریم دست به شمشیر بکنن 70,000 نفر را بکشن بعد دستور بیاید که بس است یه همچه بنی اسرائیل رو معرفی نکرده قرآن. ملازم فرمایید در جریان ترزمین وسیع سینا اینها چه بلوایی وفا کردن و به چه امری هم مبتلا شدن. خدای سبحان وقتی بنی اسرائیل را نجات داد از دریا بیرون رفتن در اون سرزمین وسیع سینا قرار گرفت. اونجا در سوره مبارکه مائده آیه 20 به بعد این چنین آمده است که وید قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. به یاد این نعم باشید شمایی که از ساده ترین نعمت ها محروم بودید و برده آل فرعون بودید و برترین نعمت رسیدید که از بین شما انبیاء مبعوث شدند. به یاد این نعم باشید و دستورات خدای سبحان را امتثال کنید. یکی از اون دستورات این است که فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. خدای سبحان این سرزمین فلسطین سرزمین پربرکت را برای شما مقرر کرده است.
وارد این سرزمین بشوید به جباران را ترک کنید. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. گرفتار ارتداد به برگشت به جاهلیت نباشید که از این جهت خسارت جبران ناپذیری دامنگیر شما میشه. اونگاه این بنی اسرائیل گفتن بین که یا موسی این فیها قومن جبارین، در این سرزمین مقدس یک انسانهای جابری هم زندگی میکنن. و انا لن ندخلها حتی یخرجو منها. با این جمله اسمیه با حرف تأکید گفتن ما هرگز وارد این سرزمین نمیشویم مگر اینکه این جبارید این سرزمین را ترک کنن بلا مانع باشد تا ما قدم بگذاریم. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. اگر طاغیان این سرزمین از این سرزمین رخت بربندن ما وارد میشیم. در بین این بنی اسرائیل گروه اندکی بودن که قرآن از اینها به عظمت یاد میکند که بمن اهل کتاب امته قائمته. از گروه کمی در بین این بنی اسرائیل خدای سبحان به عظمت یاد میکند. در این آیه می فرماید قال رجلان من الذین یخافون، دو نفر از گروه اندکی که در بین بنی اسرائیل بودن و از خدا می ترسیدن که انعم الله علیهما، خدا بر اینها نعمت داد، اینها جزء منعم علیهم و از نعمت ولایت برخوردارند. این دو نفر به بقیه گفتند ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، برید دروازه شهر رو فتح کنید، وقتی وارد شهر شدید بر طاغیان پیروزید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید بر خدا توکل کنید. دو نفر به دیگران این حرف رو زدن، به پیشنهاد رو دادن. بنی اسرائیل جواب این دو نفر رو ندادن، اینها رو با بی‌اعتنایی ساکت کردن، رو کردن به موسی کریم، با موسی سخن گفتن. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا، ما هرگز وارد این سرزمین مقدس نخواهیم شد. مادامو فیها، مادام اینکه این طاغیان در این سرزمینن ما وارد نمیشویم. تو برای گشودن این سرزمین با خدایت دوتایی بروید، جنگ بکنید، فتح بکنید، وقتی فتح کردید به بلامانه شد ما میاییم. فذهب انت و ربوکه فقاتلا انا هاهونا قائدون، تو به خدای تو بروید و جنگ کنید، مقاتله کنید، پیروز بشوید، من جا نشسته ایم منتظر خبر پیروزی هستیم. اگر رفتید و پیروز شدید ما میاییم. خب دید بنی اسرائیل تا آخرین لحظه دید مادی بود. تا الان اینها خدا را به عنوان یک جسم معاذ الله تلقی می‌کردن، خدا را هم در حد موسی کریم معاذ الله می‌دانستن. گاهی می‌گفتن تو و هارون مثلا این کارو بکنید، گاهی می‌گفتن تو و خدای تو این کارو بکنید، برید جنگ بکنید. این همون اصالت حس است که دامنگیر اینها شد، خدا را به عنوان یک موجود مادی می‌دانستن. و بس این قوم که خدا را مثل موسی کریم جس می دانستن که احیانا می تواند شمشیر بگیرد و بجنگد و مقاتله کند، اون هم شاید شکست بخورد شاید پیروز بشود، نگفتن که پیروز شدید به ما خبر بدید. گفتن ما اینجا نشسته این تا ببینیم چه می شود. به عنوان احتمال هم ذکر نکردن که حتما شما پیروز می شوید. گفتن ما اینجا نشستیم تا ببینیم چه می شود، اگر پیروز شدید ما میاییم. خب خدایی که بنی اسرائیل تا این زمان معتقد بود خدایی بود که میتوانست مثل موسی کریم دست به شمشیر کند و به جنگل و احیانا شکست بخورد، یک همچه گروهی که بینش فکریشون این است، همین که خدای سبحان دستور بدهد که فتوب و الی بارئکم فقتلوا انفسکم، اینا میگن سمعا و طاعت، دست به شمشیر میکنن، 70,000 نفر یک دیگر رو میکشن، بعد عصر اون روز دستور میآید که ما از بقیه عفو کردیم. یک همچه گروهی میتوان فرض کرد که اینها سمعن و طاعه در برابر خدای سبحان حاضرن، که مثلا اون طوری که در روایت و تاریخ هست پدر پسر رو بکشد در تاریکی، پدر رو بکشد، برادر به برادر رو بکشد در امثال زاده.
اونها اون وقت گفتن که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اینجا بود که موسی کریم سلام الله علیه است که خدایا دیگر کار از من بر نمی آید، با تبلیغ نمیشه کار کرد. من اگه بخوام مبلغ تو باشم، رسول تو باشم، باید بالاخره با یه قوم حرف بفهمم روبرو بشم، تا که حرف نمیفهمن که. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. ارزکت من استعفا میدم، من به ستو آمدم، ارزکت یه کاری کن که بالاخره تبلیغم پیش برود. منم و برادرم، من فقط مالک اختیار خودم هست، برادر من هارون هم فقط مالک اختیار خودش هست. این قومی که تو را به عنوان یک انسان میپندارند و خیال بکنن احیانا به جبهه میروی، حالا یا کشته میشوی یا میکشی، ما با اینه چه کنیم؟ تو بالاخره یک کاری کن که مسئله حل بشه، نه این که عذاب بفرستید به حیات اینا خاتمه بدید. چون بنا بود که اینها بالاخره وارد فلسطین بشوند، سرزمین مقدس را بگیرند و امثال زنند. اینجا مرکز انبیاء قبل از موسی کلیم بود. عرض کرد رب اینی لا املک و الا نفس. این رو در همون سرزمین وسیع سینا عرض کرد. عرض کرد خدای من فقط اختیار خودم بدارم. و اخی یعنی اخی هم لا املک و الا نفسه. برادر من هم از او کاری بیش از این ساخته نیست. نه این که انی لا املک الا نفسی و اخی، گرچه هر دو احتمال رو مرحوم امیر اسلام در مجموعه ذکر کرد. حضرت نخواست بفرماید که من فقط اختیار خودم و برادر خودم رو دارم، بلکه خواست عرض کند خدا یا ما دو نفر کاری از ما ساخته نیست، هر کدام فقط اختیار خودمون رو داریم. من لا املک الا نفسی و اخی برادر من هم لا املک الا نفسه، ما کاری بیش از این نداریم، می نمیتوانیم انجام بدیم. فرق بیننا و بین القوم الفاسقین. فاسق صفت مشبه است، اسم فاعل. دروغگو غیر از دروغگوینده است، معصیت کار غیر از معصیت کننده است. اگر کسی یک بار معصیت کرد این فاسق است به نحو اسم فاعل، یعنی معصیت کننده. اما وقتی معصیت برای اون ملکه شد این صفت مشبه است، نه اسم فاعل، یعنی معصیت کار. فاسقین در این گونه از موارد صفت مشبه است. این که خدای سبحانه تعالی والله لا یهدی القوم الفاسقین، یعنی اون که فاس برای اون ملکه شد، معصیت کار شد، او رو خدای هدایت نمی کند. نه اگر یک کسی یک بار معصیت کرد و فاسق به معنای اسم فاعلی بر او ثابت شد، خدا دیگه او را هدایت نمی کند. خب این کار بنی اسرائیل، این عملش از لحاظ عمل که سرسخت و از لحاظ بینشم خدا را در حد یک انسانی میبینن که احیانا به جبهه میرود، حالا یا مقتول میشود یا قاتل. بنی اسرائیل عملا این چنینن که موسی کریم از اونها به عنوان فاسقین یاد میکند، چه این که از نظر بینش فکری هم به حد رسیدن که باز موسی کریم از اونها به عنوان سفها یاد میکند. این آیه هم قبلا گذشت، آیه 155 سوره اعراف، که وقتار موسی قومه و سبعین رجلن لمیقاتنا. اینها تازه خوبهای بنی اسرائیل بودن، از بین این همه جمعیت 70 نفر انتخاب شده برای میقات الهی. فلما اخذتكم الرجفه، وقتی اون رجفه به سائقه آمد به حیات اینا خاتمه داد و اینا را از بین برد، در اثر اون تمنی بدی که داشتن گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، موسی کریم عرض کرد رب لو شئت اهلکتهم من قبلو و ایاد، خدایا تو اگر بخواهی من و اینها را خب قبلا هلاک می کردی و در اختیار تو بودی، اما الان که مهمان تو هم به میقات تو آمدن، به ملاقات تو آمدن به همراه من، این یک فتنه است که عده زیادی با این فتنه گمراه می شود، یعنی امتحان سنگین است، یه امتحان سنگین. چون خدای سبحان امتحان ها را به چند قسم تقسیم کرد، در بحث های قبل هم ملاحظه فرمودید، یه امتحان هر روزه است که انسان در هر لحظه موقع امتحان خداست، هر لحظه در امتحان است، چه سلامت چه مرض. اون کسی که سالم است هر لحظه مبتلا به سلامت است،
یعنی ممتحن به سلامت است. اون چی بیمار است هر لحظه مبتلا به بیماری، یعنی ممتحن به بیماری. اما یه سلسله امتحان‌های مهم است که خدای سبحان اون امتحان مهم را به عنوان این که یفتنون فی کل آمن مرتن و مرتن یاد می کند. این چی نیست که اون امتحان عمومی به مهم هر روز باشد. در سوره مبارکه توبه آیه 126 این است که فرمود اولا یرون انهم یفتنون فی کل آمن مرتن و مرتن. اینا سال یک بار یا دو بار امتحان می شوند. وقتی مسئله جنگ و جبهه است امتحان عمومی نظیر امتحان‌های رسمی مدارس سال یک یا دو بار است. اون امتحان‌ها هر روز نیست. وقتی صحبت جنگ و جبهه است سال یک یا دو بار روبت انسان است، این امتحان خداست. فرمود مگر اینها ندیدن که سال یک بار یا دو بار ما اینها رو امتحان می‌کنیم. این امتحان‌های مهم و حساس. امتحان‌های حساس هر روز نیست. موسی کریم عرض کرد خدایا این حادثه‌ای که الان پیش آمد جز امتحان‌های اساسی است که ممکن است عده زیادی نتوانند از عهده امتحان بدرآیند. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هی الا فتنه تو. خدایا این امتحان مهم توست، اما به وسیله سفها میخوای ما را به یک امتحان عظیمی ممتحن کنی. خب تعبیری که موسی کریم که معصوم از بنی اسرائیل یاد کرده است این است که اینا سفیه هم. پس از نظر بینش فکری به تعبیر موسی کلیم بنی اسرائیل سفهای هست. از نظر مسائل عملی باز به تعبیر موسی کلیم اینا فاسقین هست. یعنی معصیت کار هست نه معصیت کننده. خب کسی که ملکه عملی او فسق هست، بینش فکری او سفاهت هست، اینقدر خاضع است که همین که به او گفتن پدر با پسر را بکشد میگویند سمعا و تا شمشیر میگیرند در تاریک 7000 نفر رو میکشند. نه این که عرض شد بعد از اون جریان فتوب و الی بارکم است، بعد از مسئله اتخاذ عید این نظم طبیعیش محفوظ است. یعنی اینها اتخاذ عید کردن بعد از میقات و این جریان بعد از اون حادثه است. یعنی بعد از این که بوساله را پرستیدن، حالا که بنا شد در این سرزمین راه را ادامه بدن وارد سرزمین مقدس بشوند، اینجا گفتن ما نمیاییم، تو و خدای تو برید با هم بجنگید. اگر کسی اونجور توبه کرده بود 7000 نفر کشت و مسئله بر او حل شد که خدا دیدنی نیست، دیگر دوباره نمیگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خدا اینها رو به عنوان نعمت داد. در بین اینها اکثری انبیا از بین اینهایند. به اینها سلطنت الهی داد که سلیمان و داوود را سلطان کرد. به اینها این همه نعمت را داد. لذا هر وقت قصه بنی اسرائیل مطرح است، سرفصل این قصه ها همون تذکر نعمت هاست. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و امثال ذلك. اینا یه همچه بینشی داشتن. اون وقت از طرفی آیه قرآن فرمود که شما اجرا به عنوان معبود اتخاذ کردید، ما شما عفو کردید. بعد عفو هم عبارت از این باشد، یعنی بعض این کشتار 70000 نفره ما شما را عفو کردیم. خب خیلی ظهور قوی میخواد که این را تحمل کنه. اما البته این آیه همچنون باز است، هنوز بسته نشد مسئله این آیه چف توبو الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. یعنی حقیقت توبه شما این است که یک دیگر را بکشید، یا تتمه توبه شما این است که همدیگر را بکشید. و اینا واقعا هم توبه الهی کردن و هم همدیگر را کشتن. حالا یا 70000 نفر یا کمتر و بیشتر، اگر روایت هست که 70000 نفر است. نه، غرض این است که بنی اسرائیلی که بینش فکریشون سفاهت است و رفتار عملیشون فسق است، این بنی اسرائیل نمی آید همین که دستور به او دادن که یک دیگر را بکشید صبح تا غروب 7000 نفر را بکشن. نه، منظور آن است که این امر محفوظ به قرینه عفو است. در همین کنار او ثم عفونا عن ذلك است. بر فرائض مسلط بود. اما اینجا عرض کرد خدای کاری از من ساخته نیست. عرض کرد اینی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خدا هم فرمود که من دعای شما مستجاب کردم، 40 سال اینا رو سرگردان میکنم. در همون سوره مبارکه مائده
بعد از اینکه موسی کلیم این نیایش را به درگاه خدای سبحان مطرح کرد که عرض کرد رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، قال، یعنی خدای سبحان فرمود فانها محرمه علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض فلا تأس على القوم الفاسقین. فرمود تو میگوی اینا فاسقن، منم میگویم اینا فاسقن، تو دیگر قصه اینا نخواه، اینا با 40 سال سرگردان باش، تو اظهار اسف نکن، من این گفتار تو را تصدیق میکنم، تو گفتی تفرق بیننا و بین القوم الفاسقین، من باید حکم بکنم، من این چیزی حکم کردم، گفتم ورود اون سرزمین 40 سال بر اینا حرام است. این حرمت تشریعی نیست، این حرمت تشریعی، این که فرمود فنها محرمتون یعنی به هیچ وجه ممکن نیست اینا بتوانند به اون سرزمین راه پیدا کنند، محرومند. نظیر و حرمنا علیه المراضع من قبل، در باره خود موسی کریم فرمود به این که ما هر دایی که بخواهد پستان شیر در کام موسی کریم بگذارد ما این را تحریم کردیم، تحریم کردیم نه یعنی فتوا به حرمت دادیم، موسی کریم که دوران شیر خارجی بود بر کسی فتوای تکلیفی نازل نشده، فرمود من نمی گذارم بالاخره پستان هیچ دنی رو بگیرم، این تحریم تکوینی، هیچ کم موفق نمی شود که این بچه رو شیر بدهد و او هم پستان هیچ دلیل هم قبول نمی کند و اینقدر جزع می کند تا اینکه اونا رو به سطو در بیاورد بالاخره به مادرش برگردد، چون من به مادرش وعده دادم که این بچه رو بر می گردنم، باید همه وسائل رو فراهم بکنم. این حرمنا علیه المراضی حرمت تکوینی، یعنی هرگز نمی گذارم پستانی در دهن او قرار بگیرد و به کام او هم اجازه نمی دم که هیچ پستانی را بمکد، این می شه حرمت تکوینی. در این کلمه هم فرمود فنها محرمتون علیهم 40 سنه، یعنی هرگز اجازه نمیدم در طی 40 سال اینها از سرگردانی بیرون بیان وارد سرزمین بشن، زندگیشون نه زندگی عشایری نه زندگی روستایی نه زندگی شهری، چون عشایر محترم است و یه زندگی روشنی دارد، روستایی محترم است و یه زندگی ثابتی دارد، شهری هم یه زندگی ثابتی دارد، اینا سرگردانن، معلوم نیستن که در بیابون به عنوان عشیره زندگی کنن، به عنوان عشایری زندگی کنن یا در یک روستای بنوان روستایی زندگی کنن، چه کنن؟ 40 سال اینا سرگردانن، بلکه تربیت بشن، بلکه بفهمن بالاخره یک مبدعی هست، یه حساب و کتابی هست. بالاخره خیلی فرق کرده باز با بنی اسرائیل یکسان نیست. حضرت هم در اونجا فرمود به اینکه شما در او اختلاف کردید، ما از او اختلاف کردیم، حضرت هم جواب متینی داد، ما در او اختلاف نکردیم، از او اختلاف کردیم. اون بیان مبارک از ضمیر ملازم فرمید، فرمود شما در اصل اختلاف کردید، ما در اصل اختلاف نکردیم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، اینا تائه و متحیر و سرگردانن 40 سال. فلا تأس على القوم الفاسقين، تو بر این قوم فاسق دیگر اظهار افسوس و تأثر نکن، دیگر مبادا از این به بعد دست به دعا برداری بگوی خدای الان 20 سال معطلن یا 30 سال معطلن یا 39 سال معطلن، 40 سال با سرگردان باشن. بله، حالا در این مدت البته سرگردان بودن، نه شهر اصلیشون رو میتونستن داشته باشن نه شهر جدید را. در این وسط ها هم خدای سبحان خیلی از نعم را به اینها اعطا کرد که یکی از همین آیاتی که خونده شد همین آیات که الان ترابط فرمودید و بحث جمع میاد. بنابراین بینشین ها این چنین بود، خود حضرت موسی به عنوان هادی مشخص بود برای او، 40 سال هست، او مطمئن است که 40 سال با دیگه بماند، این تمانین است، همه روزی هم به دست او بود، که یکی پس از دیگر این نعمت ها مطرح است. اون نعمت هایی که الان یه طرح می شود این است، فرمود به این که و از قلتم یا موسی لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، اونگاه فبدد دلنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. البته کسی که نداند تا کی سرگردان است، این بدترین عذاب است برای او، و هر روز هم یک حادثه جدید در اون بیابان سرگردان شده برای ما پیش می آید.
نعمتهایی هم خدای سبحان در این فرصت به اینها اعطا کرده است که یک پس از دیگری اون نعم را هم می شمارد. اما اینها منظور آن است که با مشاهده این نعم طوری نیستن که بینش دینی پیدا کنند. ها خدای سبحان فرمود توبه تون این است یک دیگر بکشید، در شمشیر بکنه 7000 نفر یک روز بکشن، یعنی از خانواده و قبیله خود. نه، برای اینکه این گفتن یک نحوه رفاهی است، اصل عذاب برای اینها مطرح است. رسول نبود که بگوید و تبلیغ کند به اینها که اون عذاب را بر اینها تحمیل کرده است. اما اینجا وقتی موسی کریم عرض کنه خدا یا پس یک مقدار وسائل امکانات در این بیابان به اینها مرحبت بکنید، این دعاها را مستجاب بکنید. اما این چیزی نیست که از اصل سرگردانی اینها را نجات بیده. اینا نعمت هایی که پس از دیگری با درخواستشون از موسی کلیم از خدای سبحان دریافت می‌شدن. همون بذللنا علیکم القمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. خب در اون بیابان سوزان هیچ راهی برای نجات اونها نبود. ابراهام می آمد و اینا را از سوزش آفتاب نجات می‌داد. خب این نه زندگی باز اشاعریست، نه زندگی روستایی. اونا یک سرپناهی دارن، یه وزن ثابتی دارن، میدانن که تا کی باید بمونن و چی رو زندگی کنن و کارشون چیه. در این کلمه فرمود ما غمام و ابر را به عنوان ذل و سایه برای شما قرار دادیم که از سوزش آفتاب نجات پیدا کنید. و اونجا چون امکاناتی هم نبود، من و سلوا را بر شما نازل میکردیم که قضاتون تأمین بشود. که بعضی مدتی گفتن این ترنجبینی که در کنار درخت ها پیدا میشود و این تلا و این مرغی هم که نازل میشود، ما از تکرار تغذیه اینا به ستو آمدیم، یه قضاهای دیگری برای ما بیار. من و تلوا دو نوع قضا بود که یک مقدار در حد میوه بود روی این نظیر ترنجبین، یک مقدار هم طائری بود که حالا خصوصیت اون طائر چی بود، آیا پخته شده بود یا اینا ضعف می کردند و بعد می پختند، دیگه از بحث‌های تفسیری بیرون است و وارد قصه های قرآنی است که قصه است که روایت های صحیح هم اونا تایید نمی کنند. این دو نوع خوراکی را خدای سبحان بر اینا نازل کرده است و تمام کلو من طیبات ما رزقناکم. اما این را نفرمود به عنوان پاداش من به شما دادم، یک ترحم است نه احترام. همود به ما للمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. در اینی که خدای سبحان دارد نعم را میشمارد، میفهمد ما اینا را به پاس احترام صبر و بردباری اینا بنا ندادیم. ما ترحم بر اینها روا داشتیم، به اینها را از اون حرارت نجات دادیم و از گرسنگی نجات دادیم. به این کارهایی که کردن، خواه در اتخاذ عجل، خواه در اون حرف که گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره و امثال ذلک، به خودشون ستم کردن نه به ما. چون ظلم یعنی نه ظالم، یعنی از خود دارد میکاهد. در همون سوره مبارکه شهر هم وقتی جریان نعمتهای اون باغدار را ذکر میکند، میفرماید به این که قصه اون باغدار را برای اینا تشریح کن که او دارای باغی بود که ولم تظلم منه شیئا، لم تظلم یعنی لم تنقص، این باغ میوه میداد و چیزی از میوه‌هاش رو کم نمی‌کرد، کاهش نمی‌داد. در سوره مبارکه کهف آیه 33 این است که کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. این دو باقی که این مرد متمکن داشت، اکل یعنی مأکولات و خوراکی‌های خود را مرتب عرضه می‌کردند و هیچ کدام از این دو تا باغ ظالم نبودن، یعنی ناقص نبودن. لم تظلم یعنی لم تنقص، ظلمه یعنی نقصه، و ظالم دارد از خود میکاهد. در این کریمه فرمود این بنی اسرائیل از خود کاستن. انسان وقتی که ظلم میکند از خود میکاهد تا اینکه خسارت ببیند، یعنی سرمایه را ببازد، اون روز میشود خسرو انفسهم. یک کسی که خسارت دید سرمایه را میبازد. سرمایه انسان خود انسان است، انسانیت انسان است، این را از بین میبرد. فرمود ما ظلمونا
ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ظلم کردن. بنابراین اون آیه 66 سوره نساء که دیروز تلاوت شد، اگر هم لفظاً بنی اسرائیل را نگیرد، لبن و محتوای او شامل حال بنی اسرائیل خواهد شد، زیرا طرز تفکر بنی اسرائیل با طرز تفکر مشرکین و منافقین یکسان است. اینا کسی نیستن که زود اطاعت کنن و توبهشون هم که قتل باشد او را ارتسال کنن. اگر یکی از این احتمالات سگانه با ظاهر قرآن مناسب بود، خب او مقدم است، وگرنه در حد تساوی میمانن و عرض شد این آیه همچنون درش باز است تا یک ظهور بهتری به کمک آیات دیگر حل بشود. و اما مسئله بعث بعد از موت، این ظاهرش آن است که حقیقتا مردن و حقیقتا هم زنده شدن، هیچ محدودی هم از این جهت نیست. تا انسان بگوید ثم بعثناکم من بعد موتکم، یعنی اونها را از بین بردیم و مردن با سایقه، نسل اینها زیاد شدن. نه دلیل عقلی بر امتناع آن است که مرده ای را خدای سبحان زنده کند و نه دلیل نقلی معتبری هست که ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون را ما به این بحث هم کنیم، یعنی اون 70 نفر مردن بعد نسل اینها را ما تکثیر کردیم و فرزندان اینها زیاد شدن یا فرزندان اینها را ما احیا کردیم. اون احتمال روان است. الحمدلله رب العالمین.